قرآن کریم مقام شفاعت رو برای پیغمبر خدا چه در زمان حیاتش چه بعد از مماتش بیان فرموده است که پیغمبر دارای مقام شفاعت است ولو انهم ظلموا انفسهم جاؤوا که فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما این آیه آیه شفاعت پیغمبره و وحابی های نامرد این آیه رو که بالای قبر پیغمبر خدا نوشته شده بود یکی از آیاتی بود که آی بیانگر عظمت پیغمبره و بالای زریع پیغمبر اونجا این آیه رو نوشته بودن روی کاشی ها نقش بسته بود چند سال قبل این آیه رو برداشتن یه آیه دیگه جاش گذاشتن چرا؟ چون این آیه ظاهر شفاعت پیغمبره و اونها چون با شفاعت پیغمبر مشکل دارن شفاعت پیغمبر رو نمیپذیرن این آیه قرآن رو برداشتن ببینید باید آدم تسلیم قرآن باشه یا اینکه نه نظر خودش رو بر قرآن تحکیم کنه اونا این طور هستن میبینه ظاهر این آیه شفاعته میگه خب این آیه رو برش میداریم این آیه رو برداشتن چند سال قبل و بعد یه آیه دیگه جاش گذاشتن که مربوط به شفاعت پیغمبر نباشه این آیه رو نظرم هست اونجا دیدم نمیشتن و ما محمد اللهم سلام الا رسول قد خلت من قبله رسول این آیه یا آیاتی در این مضمون که دیگه ربطی به شفاعت پیغمبر خدا نداشته باشه چی میگه این آیه این آیه میفرماید اگر کسی گناه و معصیتی انجام داد استغفار کرد بعد در خانه توی پیغمبر آمد تو براشون استغفار کردی هر آین خدای متعال رو تواب و رحیم خواهند یافت در شعن نزول این آیه این جریان رو نوشتن و نقل کردن نه فقط مفسران شیعه غیر شیعه هم گفتن که یک جوانی بود گناهکار تو مدینه مردم با او قطع رابطه کرده بودن دیگه همه دست رد به سینه او زده بودن یک روزی امام حسن و امام حسین سلام الله علیه ما رو دید این دوتا آقازاده رو در آغوش خودش گرفت اومد پیش پیغمبر آمد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله این بار من با این واسطه ها آمدم که دست رد به سینم نخوره قبل از اون که پیغمبر حرفی بزند آیه نازل شد همین آیه و این آیه مضمونش شفاعت پیغمبر است که اگر کسی استغفار کنه بعد بیاد در خانه توی پیغمبر و تو برای اونها استغفار کنی خدای متعال توبهشون رو میبخشه معناش این هست که توبه این شخص پذیرفته شده و این نشون دهنده مقام امام حسن و امام حسین و اینکه اینها در خونه خدا چقدر آبرو دارن پیغمبر و اهل بیت پیغمبر چقدر آبرو دارن که به خاطر اونها گناه این شخص بخشیده میشه چه در زمان حیات پیغمبر چه بعد از شهادت و رحلت پیغمبر خدا این مقام برای پیغمبر هست مقام شفاعت خود پیغمبر نفرین کردن اونهایی رو که منکر شفاعت پیغمبرن و چه نفرین بدی فرموده پیغمبر فرمودن من انکر شفاعتی فلا انا له الله شفاعتی کسی که منکر شفاعت من پیغمبر هست محروم باشد از شفاعت من این خیلی بلای بزرگیه روز قیامتی که کلاه همه ما پس معرکه است روز قیامتی که همه گیر هستیم و منتظر یک توجه و عنایت پیغمبر پیغمبر نفرینشون کرده که اونجا روز قیامت دستشون به من پیغمبر نرس همین براشون بسه اونایی که منکره شفاعت پیغمبر و آل پیغمبر هستند